همین لحظات پیش البته دیدم العربیه به نقل از کاخ سفید نوشت که خروجشون رو از سوریه تکذیب میکنن. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. حالا اگر این گزارش درست باشه و کاخ سفید تکذیب بکنه، این واقعیت رو که یک تحولات گسترده‌ای در منطقه داره صورت میگیره رو پنهان نمیکنه. الان به نظرتون ایالات متحده کجا ایستاده در منطقه و جمهوری اسلامی کجا؟ ایالات متحده همونی که همکارتون گفتن واقعا سردرگم دولت بایدن، چون که همون وقتی شما به قدرت بایدن نگاه میکنید ضعفش از روز اول معلوم بود. وقتی که از روز اول نشون داد که در مقابل تمام حرکات جمهوری اسلامی قرار باز بیاد و سر میز گفتگو و با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، این رو نشون داد، این اشتباه پیام سیاسی رو نشون داد. برای همین هم هست هر چی دارید حمله میکنن دوباره تشدید میشه حملات، چون که میدونن خب شرایط بایدن در کاخ سفید بسیار بده، برای انتخابات شانسش کمتره و اینکه نمیخوان وارد یک جنگی بشن، با جنگ داشتن دو جنگ وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اینجا بشه. ولی در مورد این خبر در مورد سوریه، خب داشتم داده‌ها رو تحلیل می‌کردم. خب اگه امکان این خبر درست باشه چرا، اگه اشتباهه چرا، اگه درست باشه باید اینجوری تحلیل کرد به خاطر اینکه روابطی که بشار اسد با کشورهای عربی داره و اینکه جهان عرب در رو باز کرد برای بشار اسد که به اونها بپیونده و اونجا بود که خب آمریکا سعی میکنه از طریق کشورهای عربی فشار رو برای بشار اسد بیشتر کنه، در جایی که به نتیجه نرسیدن بعد از 2011 و میخوان حتی نیروهای کرد استیف هم که اونجا هست از طریق همین دولت‌های عربی به بشار اسد نزدیک کنن و اینجا مشکلی رو حل کنن. ولی اینجا یه اکتور دیگه اینجا میمونه که این تحلیل رو دچار مشکل میکنه و اون ترکیه است. ترکیه که میدونیم اگر این تغییرات صورت بگیره قسمت شمال غرب سوریه رو دچار مشکل بیشتر میکنه. الان هم تو استان ادلیب هنوز هم مشکل وجود داره و با داشتن چنین داده هایی وقتی میبینیم خب ترکیه الان موافقت کرده در عضویت سوریه در نیتو و الان میدونیم خب برای ناتو هم الان هم بایدن چراغ سبز داده که F-16 رو به ترکیه بفروشه. حالا اینجا آیا هیچ توافقاتی صورت گرفته که ترکیه بخواد اوکی بده یا قبول کنه عضویت سوریه در ناتو؟ با پشت پرده چه صحبت هایی شده و ترکیه بدون سهم از سوریه خارج نخواهد شد؟ و اینجا رو وقتی این داده ها و این تحلیل رو در نظر میگیریم، وقتی که زوم اوت میکنیم و کل خاورمیانه و این موقعیت الان رو با جنگ غزه، جنگ دریای سرخ رو داریم در نظر میگیریم، احتمال خروجش خیلی کمه، چون که اگه بخواد خارج بشه دوباره یک رسوایی مثل افغانستان خواهد شد، مخصوصا الان که اسرائیل داره سعی میکنه هر جوری شده پشت جبهه حزب الله و حماس رو که در سوریه است برای رسوندن تجهیزات نظامی اونجا رو قطع کنه و تنها نیرویی هم که اینجا میتونه مثل یک پشت جبهه قوی پشت اسرائیل باشه و اینجا جلوگیری کنه آمریکاست. خب میبینیم بار هم گفتم خیلی از عملیاتی که اسرائیل در خاک سوریه انجام میده به نظر من با هماهنگی آمریکاست و سوریه جایی که آمریکا راحت تر میتونه گروهای مورد حمایت ایران رو بزنه، آزادی که تا الان در عراق نداشت. ولی برای من تغییری که الان در حملات آمریکا صورت گرفته، مثلا حمله که انجام دادن در قائم، من همینجا تو برنامه‌تون گفتم که قبلا گفتم که تمام حملاتی که صورت میده در خاک سوریه انجام میده، در خاک عراق انجام نمیده، همون در مرز بوکمال که صورت میگه در اون طرف انجام میده، به خاطر اینکه الان به خاطر اون حس ملیگرایی عراقی و اینکه بخواد اینو گروهای شبه نظامی علیه آمریکا و استفاده کنن و فشار بیارن به آمریکا که خارج بشه، اینو انجام نمیداد. ولی الان چیزی که داریم میبینیم وقتی القائمه میزنه، یعنی اون خط دیگه برای آمریکا مهم نیست و وارد زدن این گروهای میلیشیایی شده و اون گروهای میلیشیایی هم چون که فشارشون به آمریکا و حملاتشون به آمریکا بیشتر شده. حالا قبل از برنامه در مورد شهر سنی نشینی که در استان بابل بودن رو صحبت میکردیم، سحر جوف سحر، اون شهریه که الان آمریکا مراکز کتایب حزب الله رو زده، شهریه که بعد از 2014 قاسم سلیمانی و گروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران که گروهایی هستن ساخته شده خود قاسم سلیمانی هستن، اومدن این شهر سنی نشین رو که بیش از 150 هزار نفر از جمعیت این شهر بود کاملا خارج از سکنه کردن. یعنی مردم این شهر رو مثل حالا ما خیلی در مورد غزه صحبت میکنن، اسرائیل میخواد مردم غزه رو بیرون کنه، آواره کنه، ولی کسی در مورد صحبت نمیکنه که 50,000 سنی از این شهر بیرون شدن، رانده شدن و هر کسی هم بخواد برگرده میکشن و قانونی که در این شهر گذاشتن تنها شهر سنی نشین استان بابل و این شهر رو تبدیل کردن به یک پایگاه نظامی برای ساخت موشک، ساخت پهباد و ترینایی که گروهای کتایب حزب الله و این گروهای مورد حمایت ایران انجام میدن. چرا این مهمه؟ زدن این شهر توسط آمریکا علیه گروهای میلیشیایی که سنی ها رو بیرون کردن، اینجا احساسات سنی ها رو به نظر من به نفع آمریکا عوض خواهد کرد. کردها رو داریم
داریم که با آمریکا هم رابطه بهتری دارن. الان سنی ها هم داریم. پس کار برای گروه های شیعی و شیعه سودانی و حکومت مورد حمایت ایران و خود ایران برای اینکه بخوان تصمیم بگیرن قانونا گروه های آمریکایی رو از عراق اخراج کنن سخت‌تر میشه. برای همین هم هست به نظر من فعلا این منظره و این جنگ و درگیری ادامه خواهد داشت. ممنونم از شما. شکریه بهرادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک.